اینها تایره هایی هستند که توسط یک شخص افغان ساخته شده است که در مقایسه با تایره هایی که خارجی ها بس کوشا و تحقیقات زیاد قادر به ساختن نشدند، اما انجینر ازمره هلالی با بسیار وسایل ابتدایی و بسیار وقت کم قادر به ساختن این تایره ها شد. علاقمندی ما خود همیشه هم روی تایره بوده، به اینکه پدر خودش انجینر آریانا بود، از اون طفولیت علاقمند بودیم به تایره. شش هفت سال قبل به میتب طلاب بود که تایره جور کنیم، او تایره تیبی با دست خود جور شد و پرواز بتیم. انجینر هلالی تایره های به سیستم های پترولی و برقی تا به حال ساخته است که هفت دانه آن توسط ریموت کنترل می شود، یکی آن نیاز به پیلوت دارد. این ریموت است که همین ریموت امروی ریسیور ارتباط می گره. ریسیور باز امروی یک برد تقویتی است، امروی از او ارتباط داره، باز بعد از او همین تماما آلات خود ریسیور ریموت تماما آلات موتوران است، پس هم حرکت داره. مثلا ما شما میبینید این ریموت حرکت میسید، خود یک گلیران بلند میشه که شمال میزنه بخش پایین میشه، این دیگه طرفش پایین میشه بلند میشه، که یعنی یک حالت الیران میکنه با یک بغل تیاره را حرکت میده. نظر به مشکلات امنیتی، ما فقط امروز سه تیاره را پرواز میبریم. انجینر صاحب کم زایت زو دغه چګینی ورته وای چګینی منطقه ته زو بخیر ولا نو تقریبا 15 شپارس کیلومتر لار د شهر څخه وتلی زایدی ولی موږ نه سوي کولای چې ګرد تیارې یو سو دلته چی شو څه مشکلات یې نوې میدان چې اوسکار پر شروع دی ډیر لیر زایدی تقریبا 15 کیلومتر د شهر لري دی ښه څه خو امنیتی مشکلات هم ستدلته دغه ځای بیا نږدې دی، بهتره دی. دا بیا د سم د شمال په معلومو هغه یو فیته یو شی هلته نصبېږي په سر کې، ولی جهت د شمال ډېر مهم دی پرواز هلته سړی بخصوصاً د پرواز ونشست چې شمال خوا ته باید مخ پر شمال هم پرواز کېږي او نشست هم باید مخ پر پرواز کېږي. یهو دو بالش است که هم از چوب استفاده شده، چوب باف شده بعد از روی تکس. ببینیم شما اینجا در بالا تکه استفاده شده، مکمل تکس. اما ای یا چی هست همی تعدلش منظم نگاه کرده از بالا و پایین که بالا ما تو مستحکم باشه. دیگه پیش سر ما شما میبینیم الیویتر است، الیویتر که در سیستم بلند و پایین تیاره استفاده میشه. او دیگهش رادار است که در چپ و راست تیاره را کارت میکنه. دیگه زیادتر چوب استفاده شده، می المونیم و مواد سبک در این استفاده. ماشین هم ماشین عرز. تیاره دو تعدل داره، یک بیلانس عرضی او دیگهش بیلانس طولی. بیلانس عرضیش با این بغل و این بغل است که باید از این مرکز سقلش بلند شد و تیاره باید اما تو منظم مسایی باشه، بیلانس طولیش هم مسایی باشه. همیال ما شما بیلانس از کدام جای معلوم میکنم؟ از وسط بال. وسط بال این همی وسط بایدی بم یک تعدل قرار بگیره، مثل یک شهین ترازو رو که ما شما بلند میکنیم یک مسایی شود. ولی همی فاصله یعنی ما شما ای را بلند میکنیم باید بم یک تعدل باشه. میبینیم دایره با یک تعدل است.
یک شخصی که طیاره را پرواز میکنه وجود میکنه باید بفهمه که چطور در متعادل خدایی به هوا نگاه میکنه. این را باید بفهمه. مثال ما یک جسم وار میکنیم، یک سنگ وار میکنیم، او تا اندازه ماین میره، بعد از او پس باعث سقوط میشه. یه چیز قواس وارد از او میشه، او را قوی ایرودینامیک میگه که ما در بخش قوی ایرودینامیک خیلی معلومات کردیم. او را فهمیدیم که قوی ایرودینامیک به چه شکل انتقال میشه و حرکت میکنه یا پرواز میکنه. به خود طیاره هم یک قوی ایرودینامیک است، قوی انجن تولید میکنه. ولی ای خو میشه که در می خود صنعت و کشاورزی ما و شما استفاده از این شود زیاد استفاده مؤثر میتونه که از این ما بتانیم مؤثر استفاده کنیم. مثال اولش نمی کشاورزی یک سایه وسیع باشه که دواپاشی از او توسط دست شورت نمیگیره. میشه سیستمی همونجا ایجاد شود، چرا زیادتر تیارایش وزن بیشتر میتونه انتقال کنه. حتی می تیاری بزرگ ما تا 80-85 کیلو را میتونه، هم به کنترول ریموت هست هم میتونه که وزن 80-85 کیلو را انتقال بده. میشه که او سیستم های دواپاشی ایجاد شود، هم باقای وسیع باقای کلان یک استفاده مثبت از او صورت. دولت خود حال قصدم قطعا توجه نکده که بگه یا ضرورت شما چی است یا ما چی همکاری کنیم. یه تو چیزا ارزش نداره برشون.